درود و سلام خدمت بینندگان عزیز پرشین اوارد. در این برنامه در خدمت جناب آقای کریم اسکندری از هنرمندان خوب ایران هستیم. ایشون متولد 1362 شیراز هستند، کارشناسی نقاشی در دانشگاه شاهد تهران خوندند و کارشناسی ارشد نقاشی در دانشگاه تربیت مدرس تهران رو گرفتن. خیلی خوشحالیم که در خدمت این هنرمند عزیز هستیم و خوشحال میشیم که خلاصه ای از زندگی هنری خودشون رو برای ما و بینندگان عزیز پرشین اوارد بیان کنیم. بفرمایید اسکندر، در خدمتتون هستم. آقای اسکندر سلام عرض میکنم، امیدوارم روزگار خوش باشه. خوشحالم که در خدمتتون هستم. همینجور که فرمودین، اگه بخوام در مورد شروع کار توضیح بدم، معمولا همه از کودکی به نقاشی علاقه‌مند هستن، ولی خب این علاقه برای خیلی از افراد کمرنگ میشه. ولی خب برای من از اون کودکی همیشه این علاقه خیلی جدی بود، پررنگ بود و بیشتر زمانم رو به شکل جدی نقاشی کردن میگیره. تا اینکه در دوران ابتدایی حدود کلاس چهارم ابتدایی دیگه سعی کردم جدی‌تر اینو دنبال کنم و آموزشگاه برم. اون موقع پیش استادی میرفتم که سنشون زیاد بود و به سبک شاگردان کمال الملک کار میکردن و فضاهایی یادمه به من درس میدادن که هم رئالیستی بود، خیلی میتونم بگم حالا میفهمم، و هم حال هوای کارای ثنی الملک رو داشت. دو سال پیش آقای استاد اجدری رفتم و بعد دو سالم پیش آقای پرواز رفتم که ایشون مدرس اداره ارشاد بودن، و این باعث شد که من جدیتر و جدیتر بشم و مزه این نقاشی کردن زیر دهنم اونقدر بره که دیگه تصمیمم رو بگیرم و به شکل جدی مسیر زندگیم بشه نقاشی. و خب این شد برام آرزویی که هنرستان و هم نقاشی بخونم، که خوشبختانه اتفاق افتاد و اون موقع در شیراز هنرستان آوینی رشته نقاشی رو داشت و خیلی هم کلاسی خوبی داشتیم که الان همشون از نقاشی خوب و مطرح هستن. و تو اون فضایی که 10-11 نفر بودیم، اتفاقای خیلی خوبی باز در تکمیل دورهای قبل برای من افتاد. اما تا اینجای کار بیشتر برام همیشه نقاشی جنبه عملگرایانه داشته، تئوریک. کم که آخر دوره هنرستان و به خصوص دوره پیش دانشگاهی که باز استادی داشتیم خیلی بحثای تئوری رو برامون باز کردن آقای قربانی، دیگه خیلی هم به بحثای تاریخ هنر و تئوری نقاشی علاقمند شدم و این کشش ایجاد شد که حتما برم دانشگاه، که دیگه خدا رو شکر لیسانس و فوق لیسانس رو خوندم. ولی خب دکترایی در حوزه نقاشی نبود که دیگه ما بریم سراغش رو بتونیم ادامه بدیم، مگه اینکه پژوهش هنر. تا اینجا که زمانی هم به تدریس گذروندم. نمیدونم حالا توضیح کوتاه بود یا خوب بود. درود بر شما اسکندر عزیز. بله خب دوست داریم بیشتر بدونیم درباره حالا این مدتی که در هنرستان بودیم و بعد وارد دانشگاه شدین، بیشتر چه فعالیتی داشتین، چه مطالعاتی داشتین، در این مورد اگه صحبت کنیم. خواهش میکنم، سلامت باشین. من یه چیزیش که الان دقت میکنم، بعد از گذر زمان آدم میتونه زندگی خودش و شخصیت خودش رو تحلیل کنه. شاید اون زمانی که داخلشی خودت نمیدونی داری چه کار میکنی، فکر میکنی همه همین جوری هن. بعد متوجه تفاوتای مسیری که تو رفتی و میشی. برای من اینجوری بود به دلیلی که استادا خیلی متنوعی تو زندگیم برام، یعنی تو مسیر زندگیم قرار گرفتن، باعث شد خیلی تجربه متنوع و جذابی بکنم، مخصوصا از هم آقای اجدری که توضیح دادم، بعد آقای پرواز خیلی که اون موقع تقریبا راهنمایی بودم، خیلی آکادمی کشیدن طبیعت بیجان رو با ما کار میکرد، خیلی با حوصله، یعنی اونقدر با حوصله که من بعداً توی هنرستان یا دانشگاه هم اونقدر صبر و حوصله رو تجربه نکردم واقعیتش. ولی وقتی وارد هنرستان شدم،
اونجا بود که با سبک تو نقاشی آشنا شدم، یعنی فهمیدم آها نقاشی سری سبکایی داره، مثلا باروک چیه، کوبیسم چیه، رئالیسم چیه، و بیشتر سبکای اروپایی. تا این زمان من ذهنیتم فقط از نقاشی اون چیزی بود که تو تاریخ هنر غرب شکل گرفته بود، و هنرستانم استادای متنوعی داشتیم مثل آقای فتوحی، آقای حدادی، آقای قادری، همشونو الان دوست دارم ببینم یا حتی با بعضی در ارتباط هستم، خیلی خوشحال میشم. و کلاسمون 11 نفر بود که از اون 11 نفر الان تقریبا 5-6 نفر جدی دارن نقاشی میکنم. منظورم اینه که خیلی جدی شدیم تو فضای هنرستان، صبح تا غروب توی هنرستان بودیم و نقاشی میکردیم واقعا، و یه کلاس رو در اختیار ما گذاشته بودن. ما دیگه کلاس مختلف همون یه کلاس برای خودمون تنظیم کرده بودیم، همه استادا میومدن، خیلی هم مدیر مدرسه از اون ذوق و شوقی که این گروه ما داشتیم براش جذاب بود و ما رو حمایت میکرد، و همچنین استادای خیلی خوبی که داشتیم. این قضیه گذشت تا توی هنرستان. اینو هم بگم که خب هم از نظر طراحی هم از نظر رنگ شناسی و اینکه خودمون یه فضای فکری داشته باشیم کمک شدیم و سعی کردیم تابلوهای بکشیم که مؤلفش خودمون باشیم، هرچند که الان تعدادشو دارم شاید یه مقداری نسبت به الانم خام دستانه تره، ولی هنوزم دوستشون دارم چون خیلی با احساس اونا رو کار کرده بودم، و نمایشگاه گروهی گذاشتیم چند تا اون دوره. بعد دیگه این قضیه رفت تا پیش دانشگاهی که ما با آقای قربانی کلاس داشتیم و ایشون بحثای تئوری هنر رو خیلی برامون مطرح میکردن، چون خودشون تحصیل کرده یه دانشگاه هنر زیبا بودن، خیلی فضای دانشگاه رو برامون توصیف کردن، و اونجا بود که اولین بار من تازه فهمیدم ایرانم نقاشیای قوی داشته، قدری داشته، و به نقاشی ایرانی هم خیلی علاقمند شدم. مخصوصا یادمه که همون زمان آقای آقداشلو هم شیراز سفری داشتن، سخنرانی داشتن در مورد نگارگری ایرانی، و در ابعاد خیلی بزرگ اینا رو پرده نمایش دادن و توضیح دادن. من خیلی هیجان زده شده بودم، فکر نمی‌کردم اصلا، یعنی نمی‌دونستم واقعا. هزار دوره یادم آقای آقداشلو این قضیه رو تأکید میکردن که برای خود ما نگارگری خیلی شناخته شده نیست. اون زمانی ما هنرستان بودیم اصلا کتابایی تو حوزه نگارگری چاپ نشده بود خیلی. یه دونه رو آقای آقداشلو از فرانسه خریده بود، آورده بود، تصاویرش رو پخش کرد. بعد ولی خب بعد دیدم نه، غربی‌ها خیلی مفصل روی اینا کار کردن، یا خود پژوهشگرای ایران هم مقداری کار کردن، ولی متاسفانه تو کتابا خیلی در موردش اون زمان نبود. این قضیه گذشت، من خیلی جدی شدم که حتما دانشگاه ادامه تحصیل بدم، که دیگه تلاشمو کردم تهران رشته نقاشی قبول بشم، چون استادم اون موقع میگفت فقط با تهران اینو بخونی که با استادای روز آشنا بشی. و داستان دانشگاه هم که دیگه واقعا یه تجربه جدید و جدایی بود. حالا گفتم اگه بشه تا اینجا صحبتمو قطع کنم، و اگه شما فکر می‌کنین مسئله یا نیازه توضیح بدم. خواهش می‌کنم، اختیار دارین. نه ما در خدمت شما هستیم، دوست دارین ادامه بدین. من سوالی الان به ذهنم نمیرسه، و اینکه شما در ادامه بفرمایید که بعد چی شد باز ادامه دادین، چه دلیلی همچنان باز نقاشی رو ادامه دادین، یا رشته‌تون رو عوض نکردین، در این موارد اگه صحبت کنیم. خواهش میکنم، سلامت باشید. واقعیتش برای من همیشه مسیر زندگیم اینجور بود که از اون بچگی که سراغ نقاشی رفتم، هر روز فقط علاقم بیشتر میشد و جدیتر میشد برام. و وقتی که خوشبختانه تهران قبول شدم و رفتم رشته نقاشی، باز خیلی هیجان زده بودم. اون تا حالا اصلا از شیراز بیرون نرفته بودم، همش تا دور دانشجویی من فقط شیراز بودم، این سفری هم به هیچ شهری نکرده بودم. ولی وقتی رفتم تهران، اون همه نقاش، اون همه نمایشگاه، اون همه جشنواره، سمپوزیوم، همایش، و اون دوره‌ای هم که ما دانشجو شدیم تو اوج این رویدادا بود، یعنی نه قبلش به اصطلاح این
همایی وجود داشت هنر، بعدش که دیگه کلا تعطیل شد. ولی اون زمان خیلی اوج این قضیه بود و خیلی استاد خوبی ما، چون من دانشگاه شاهد قبول شدم، یعنی انتخاب اولم هنر زیبا بود، انتخاب دومم شاهد بود، شاهد قبول شدم، دیدم که خیلی طیف هیئت علمیش چیدمانش خوب بود، یعنی تعداد استادا زیاد و هر کدومم تخصصی درس خودشون میگه و خیلی خوب از پایه آکادمیک باز از صفر ما رو شروع کردن درس دادن. منم واقعا شاید یه چیزی الان میفهمم با بقیه فرق داشتن، بقیه همیشه جبهه‌گیری داشتن که این طبیعت بیجانو دوست نداشتن کار کنن یا درسای پایه رو کار نکنن، یه همچین روحیه‌ای بود تو فضای کلاس ها. ولی من همش که اینا تکرار میشد برام یک هیجان جدیدی داشت و دوست داشتم باز اصولی تر و جدی تر پایه ها رو یاد بگیرم. و خب خوشبختانه توی دانشگاه استاده هم داشتیم از نظر تئوری خیلی قوی بودن، مثل آقای آیت اللهی، آقای مراسی، آقای نادلیان، که اینا درس تئوری رو هم، یا آقای مددپور، تئوری و هنر رو هم خیلی خوب و عمیق باز به ما توضیح دادن. تاریخ هنر رو خیلی جدی تر یاد گرفتم و کتابخونه خوبی که داشت و از طرفی کتابخونه خوبی که تهران بود کلا، یعنی من همش وقتم صرف این بود یا کلاس های طراحی، کلوپ های طراحی برم، یا کتابخونه های مختلف تهران رو برم، یا موزه های بیشماری که تو تهران بود. و من واقعا تو 9 سالی که به شکل مداوم تهران سکونت داشتم، نتونستم همه موزه های تهران رو بگردم و هنوزم هر از گاهی سفر میرم موزه هایی که ندیدم رو میبینم و استادایی که نتونستم باشون ارتباط داشته باشم و سعی میکنم باز ارتباط بگیرم، چون استادا خیلی زیاد دارم. این قضیه خیلی هر روز برام هیجان انگیزتر بود که دوره کارشناسی خب خوشبختانه سختگیری زیادی به ما میکردن. همین که کارگاه رنگمون 2 روز تو هفته کامل بود، کارگاه طراحیمون 1 روز کامل بود، تاریخ هنرا خیلی دقیق درس داده میشد و از طرفی هم برای پایان نامه و دفاع خیلی سخت میگرفتن سر اینکه تعداد تابلو، باید حداقل 20 تا تابلو برای پایان نامه کار کنیم، کل 4 سالو باید یه نمایشگاهی میذاشتیم و اصلا اجازه دفاعمون این بود که یه نمایشگاه انفرادی تو تهران میداشتیم و 70 صفحه حداقل متن پایان نامه هم باید بود. پایان نامه مثل جلسه دکترا جدی برخورد میشد. اینا خیلی برای من، شاید برای خیلی ها میگم آزاردهنده تلقی میشد، ولی همیشه برای من هی هیجان قضیه رو بیشتر میکرد و شیرین تر میکرد. حس میکردم داره وقتم خوب میگذره، اونجوری که دوست دارم میگذره. همین قضیه خب باعث شد که ارشد رو هم باز بخونم، ادامه بدم، که با 1 سال تاخیر دیگه تربیت مدرس قبول شدم. و اونجا حالا تربیت مدرس، شاید بگم گروه نقاشی، خورده تعداد و کیفیت کار مثل دانشگاه شاهد نبود، ولی خب چون دانشگاه خوبی بود اونجا هم و پایان‌نامه هم اونجا خیلی سخت گرفته میشد، در کل تو اون 3 سالی که تربیت مدرسم بودم خیلی جریانای خوبی پیش برام اومد. در این خلالم سعی کردم فقط با دانشگاه ارتباط نداشته باشم، تو حوزه نقاشی دیواری، تدریس و پژوهش با جاهای دیگه، ارگانهای دیگه، مثل فرهنگستان هنر، مثل نقاشی دیواری با زیباسازی شهر تهران، مثل آموزش توی هنرستانهای تهران، اینا رو شروع کردم و خیلی تجربه خوبی شروع شد که تو دوره ارشد اینا خیلی کامل تر شد. حالا اینو هم بگم، ببخشید، یعنی همزمان با تحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد شما تدریس داشتین و این فعالیت رو انجام میدادین در تهران، درسته؟ بله، مثلا از ترم 2 و 3 کارشناسی دیگه واقعا وقتم و 24 ساعت صرف همین کار رو کردم، یعنی یا دانشگاه بودم یا تو فضای نمایشگاه و گالری های بیشمار تهران و یا همایش های بی نظیری که اون دوره برگزار شد. این واقعا بی نظیر ترینش هم همایش کمال الدین بهزاد بود که خیلی مفصل پژوهشگر بسیار بزرگ سطح جهان دعوت شدن، می اومدن اونجا هر روز سخنرانی مفصلی، یعنی خیلی
برای من اتفاقات جذاب و هیجان انگیز بود. و یه حسن دیگه هم که واقعا بعدن فهمدم یه امتیاز بود که همه اونو نداشتن، این که هم دانشگاهی های ما توشون آدمای خیلی قوی زیاد بود، آدمایی که توی حوزه تخصصی خیلی الان پیشتازن، یعنی اسم و رسمی دارن و از هم موقع خیلی آدمای جدی بودن. اونا خیلی هاشون به عنوان سال بالایی من یا هم کلاسی های من خیلی رو من تأثیر داشتن از نظر فکری، از نظر کاری. و اینو هم بگم خانم دلخوش، تازه من با این که میگم هی تئوری هنرم برام جذاب بود، وقتی وارد ارشد شدم حس کردم که تا الان فقط داشتم عملی کار میکردم، حالا تازه با تئوری ها آشنا شدم. یعنی اون موقع تو دوره ارشد با اساطیر و فلسفه هنر رو نمیدونم این تئوری های هنر که زیبایی شناسی های هنر که آشنا شدم، دیدم چقدر دنیای زیبا و وسیع داره و به کوب دیگه اون دوره بیشتر وقتم صرف مطالعه و کتاب خوندن شد. چون حالا نمیدونم اینا جالب بگم یا نه، ولی خب یه کاری هم که اون دوره خیلی انرژی میذاشتم این که هر کتاب خونه میرفتم هرچی کتاب هنری بود که میدونستم بعدن گیرم نمیاد، تو یه دوربینی اون موقع خریده بودم ارزون قیمت و مفصل اینا رو عکاسی کردم. یعنی تقریبا یه آرشیو خیلی بزرگی الان این عکسای دیجیتال کتابا رو اون دوره جمع‌آوری کردم. نه بدون شک کار بسیار خوبی انجام دادیم و یک منبع بسیار خوب دارید، حالا هم برای خودتون و مطمئنا برای دانشجویانتون خیلی مفید شده و خواهد شد. خب در ادامه الان مشغول چه کاری هستین و بیشتر دوست دارین برای ادامه چه کارهایی انجام بدید؟ خب در ادامه تا اینجا که من ارشد رو گرفتم که تقریبا سال 90 بود و اون موقع مصادف شد حالا ازدواج، من پایان دوره کارشناسی ازدواج کردم و پایان دوره ارشد و داره فرزند شدم، اینا خب وقتم رو میگیره ولی هم برام هم خیلی جذاب و شیرین بود و انگیزامو بیشتر میکرد. و تا این زمانی که سال 90 بود تقریبا میتونم بگم و من تو تهران بودم حالا حدود 10 سال، در یک شور و هیجان پشت سر هم با سرعتی بودم که فقط تونتون یه کارایی رو انجام میدادم. این زمان که داره فرزند شدم مجبور شدیم خب رفتیم نیشابور و نیشابور سکونت کردم و اینجا چند تا اتفاق یعنی برای من افتاد توی نیشابور. اول که رفتم یه شهری که برام همیشه خیال تو خیالاتم اینو تو تاریخ هنر خونده بودم و یک چیز عجیب غریبی برای خودم تو ذهنم ساخته بودم از نیشابور. بعد این که خب داره فرزند شدم، خب معمولا پدر شدن روحیه آدم رو یکم تغییر میده، ولی اتفاق خیلی عجیبش این بود که من وقتی اومدم نیشابور انگار همه جهان و همه اون سرعت خیلی استاپ شد و همه چیز متوقف شد، یه آرامش، یه سکوت از اون هیاهوی عجیب غریب تهران، سرعت عجیب تهران، اومدم توی سکوتی. و این باعث شد من تقریبا 10 سال که نیشابور بودم از بیرون برای اولین بار به نقاشی فکر کنم. اصلا برای چی نقاشی؟ نقاشی میخواد چی کار کنه؟ من تا الان داشتم چی کار میکردم؟ چرا من این مسیرها رو رفتم؟ یعنی اون موقع بود که همه چیز رو هی از بیرون نگاه کردم. و این تجربه که نیشابور، خب نیشابور شاید الان مثلا آثار تاریخی عجیب غریب با شکوهی از اون دوره های شکوهش نداره، ولی هواش یه آرامش و تفکر عمیقی برای آدم میاره و من وقتی تو اون حال هوا قرار گرفتم این خیلی به من کمک کرد. حس کردم که این اتفاق نیشابور رفتن و بیهوده نبود، یعنی بی دلیل نبود، باید این اتفاق می افتد و من فکر کنم که نیازی نیست حتما بدو بدو کنم، نیازی نیست حتما نقاشی مسابقه نیست که این دوتا نمایشگاه گذاشت، اون 3 تا نمایشگاه گذاشت، من نرسیدم، من عقب افتادم، اون 4 تا جشنواره شرکت کرده، من 3 تا یعنی یه حالت اینجوری تو تهران بود. من اومدم بیرون گفتم اصلا نقاشی کارش این نیست، داستان زندگی این نیست. خیلی حال هوام عوض شد. خب و
اتفاق دیگه هم که افتاد از همون سال 90 که رسیدم نیشابور تدریس تو دانشگاه، یعنی به معزه رسیدم شروع شد توی اول دانشگاه علمی کاربردی و بعدم دانشگاه نیشابور تدریس کردم، که خود آموزشم خیلی چیزها رو باز برام هی ترم به ترم و سال به سال روشن کرد. یعنی همون جور که تو دانشگاه چیزی یاد میگرفتم، باز موقع درس دادن چیزایی از دانشجوها، از حرفاشون، از رفتارشون، از کاراشون، از اتفاقایی که برام میافتاد، هی تون تون چیزی جدیدی یاد میگرفتم. این قضیه باعث شد که تو این 10 سال که نیشابور بودم میتونم بگم که بیشتر رو جهانبینی و نوع نگاه هم به نقاشی وقتم گذشت. و اگر بخوام توضیح بدم الان تو چه حال و هوایی هستم، میتونم اینو بگم که شاید تا 4-5 سال پیش فهم میکردم خیلی تجربه های بی ربطی به هم دارم، چون من مثلا یه زمانهایی سفارش های نقاشی انجام میدادم، نقاشی دیواری های انجام میدادم، حس کردم هزار تیکه شدم. مثلا تدریس میکنم، پژوهش میکنم، نقاشی دیواری کار میکنم، نمایشگاه هنری میذارم، ولی بعدن یعنی توی 4-5 سال اخیر برام روشن شد نه، اینا جدا از هم نیست. اگه هر کدوم نبود، یه بخش از فکر و جهان بینی و نگاهی که الان داشتم نبود. واقعا تجربه های فنی که داشتم اون زمان فکر میکردم اینا ارزش هنری ندارن، الان برام نمیفهمم خیلی ارزش دارن، چون من باعث شد که خیلی زیاد درگیر بشم، مواد متریال نقاشی رو هم آشنا بشم در کناری که تئوریش و کار دیگه‌ش رو آشنا می‌شدم. و این قضیه الان باعث شده یه آرامشی دارم که حس میکنم یه بدو بدوهایی کردم، حالا دوست دارم اینا رو استفاده کنم، بره ببرم ازشون. یه همچین حال هوایی دارم، یکم هم میخوام از تدریس دور بشم. یعنی در حال حاضر تدریستون کمتر شده دیگه؟ بله، الان حس میکنم یه دهه که تقریبا درگیر تدریس بودم، الان دوست دارم تدریس رو نکش بذارم کنار، به شکل مثلا کتاب یا فیلم و اینا آماده کنم که این دیگه یک بار انجام میدم بمونه و انرژیم هر روز توی تدریس نره، که بتونم از تجربه‌ای که تو تدریسم به دست آوردم توی کار پیاده کنم. حس میکنم در نهایت باید همه این تجربه رو، همه این اتفاقات روی بوم پیاده بشه. الان یعنی نگاه همینه. خیلی عالی، نگاه بسیار زیبا و عمیقی هست و مطمئنم که هم دانشجویان شما خیلی از وجود شما بهره بردن با این فرایندی که صحبت کردین دربارش، از شروع از هنرستان و دانشجویی در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد که بسیار آموختید، مشخصه از محیط و اساتیدی که داشتید، و بدون شک دانشجویان شما خیلی بهره بردن از شما، چه زمانی که در حالا نیشابور تدریس داشتین و چه در حال حاضر با افرادی که در ارتباط هستید. حالا باز در انتهای مصاحبه اگه فکر میکنین نکاتی هست که مفید باشه برای بینندگان و شنوندگان این برنامه، خوشحال میشیم که بفرمایید. خواهش میکنم. اول که ممنونم از شما که نظر لطف دارین به بنده، و اینکه بخوام گفتای بگم که فکر میکنم در درونم هست، بله یه سری چیزایی هست که همیشه دوست دارم اونا رو بگم، بکشم یا توضیح بدم تو کلاس ها یا در موردشون پژوهش کنم. و اونم اینه که من از کودکی تا الان یه سری چیزا برام ثابت بود، یعنی حس میکنم از زمانی که اولین تصاویر و خاطرهای ذهنم میاد یه چیز ثابته تو ذهنم، یه اخلاقای کلی، مثلا جوری که دنیا رو میدیدم تو کودکیم. خیلی دوست داشتم همه چی رو با حال و هیجان انگیز ببینم و هنوزم اون حال هوا رو دارم، یعنی هرچی میذاره اون از بین نمیره. ولی یه چیزایی هم بود برام خیلی تغییر
کرد، یه جزئیاتی، این که یه سری چارچوبا حس میکنن تو ذهن و نگاه انسان هست که غلط نمیتونم بگم، یعنی الکی دست پای ما رو گرفتن. و من حالا که هی تجربه هم بیشتر میشه میبینم کاش اونا رو زودتر درک کرده بودم، کنار گذاشته بودم. و مخصوصا یه چیزی که من حس میکردم یه عزت نفس الکی دارم، یعنی اعتماد به نفس و عزت نفس الکی دارم، شاید واقعا اینجوری نیست و نباید داشته باشم، نه اینکه مغرور باشم، نه، منظورم اینه که حس میکردم هر کاری دلم بخواد میتونم انجام بدم. ولی حالا میفهمم نه، خیلی این خوبه که همه بچه ها، همه انسان ها روی این کار کنیم که اعتماد به نفس رو داشته باشیم. مخصوصا یه بخشیش سر این بود که من فکر میکردم یه انسان ایرانی هم و چه میدونم مثلا ایران جنبه های فرهنگی خوب و قوی داره، ولی بعدن یه جاهایی خیلی این تو ذوقم میخورد و فکر میکردم نه ایران خیلی شاید ضعیف باشه. این اعتماد به نفس و عزت به نفسم رو میگرفت. اصلا کاری به این که حالا ایران خوبه یا بده بحثش اینجا برام نیست، بحثش سر اینه که برای یک فرزنده که داره تو این فضا آموزش میبینه خیلی این تاثیرگذار بود، یعنی برای خودم رو میگم و کسایی مثل من، یعنی همه. وقتی تو باور داری که آدم مهمی هستی واقعا میشی، ولی وقتی باور ازت گرفته میشه به واسطه حرفایی که میشنوی یا اتفاقایی که دور بر میفته، واقعا اینو از دست میدی. بعد من فهمیدم خب ما خیلی آموزش‌های اشتباهی داشتیم، نه ایران فهمیدم مهم بوده، هنرش مهم بوده، اتفاقای توش مهم بوده، همونجور که جاهای دیگه دنیا مهمه. من نمیخوام بگم مثلا اینجا مهم بوده و جای دیگه مهم نبوده، نه، ولی همینجوری که یه جاهایی خیلی انرژی من گرفته شد، عزت نفسم گرفته شد، سرعتم کند شد سر این قضیه، میگم کاش این اتفاق نمیفتاد. سر همین الان خیلی دوست دارم به همه بگم که ماها کجای تاریخ وایسادیم، چه کارا باید بکنیم، نباید وقتمون رو سر این صرف کنیم که زندگی خوبه یا بده، اصلا این کار ما نیست. ما باید با بهترین کیفیتی که میتونیم کار رو پیش ببریم و این الان خیلی برای مهم شده، خیلی خیلی، چون یه جایی فکر میکردم مثلا میگم نمایشگاه بذارم درسته یا نذارم، ورکشاپ بذارم درسته یا نذارم، تو جشنواره شرکت کنم درسته، ولی الان میگم هر کاریشو میتونی انجام بده. درست همینه که تو در پویایی باشی، در جریان باشی، در زندگی باشی، درست اینه به نظرم، با دیگران در ارتباط باشی. خیلی وقتا آدمای دور من بودن که مثلا اعلام میکردن من ارتباطم رو قطع کردم، من با کسی خیلی ارتباط ندارم، و این رو من تأثیر میذاشت که خب شاید منم باید همینجوری باشم. الان میفهمم نه، من چون دوست دارم با همه در ارتباط باشم، خب باید باشم، اصلا نیاز روحی روانی منه. و اصلا فهمیدم خانم دل خوش که بزرگترین چیزی که توی زندگی من برای من هیجان ایجاد کرد، منو به جلو برد، نیرو به من داد، حرکت به من داد، گفتگو با یه دوست بود. یعنی از همه اون دانشگاه و بروبیا و نمایشگاه گذاشتن و جشنواره و ورکشاپ و هر کتاب و اینا، بزرگتر از همه اینا یه گفتگوی با کیفیت با یه دوست بود که ارزشش از همه اینا بیشتر بود. ولی قبلا برای من ارزش اینا روشن نبود واقعیتش. امروز بر شما بسیار بهره بردیم، من به شخص خیلی استفاده کردم از صحبت شما، ممنونیم از شما. بدون شک بینندگان و شنوندگان برنامه بهره بسیار خواهم بود. خیلی خیلی ممنونم بازم از شما که قبول زحمت کردین که این مصاحبه انجام بشه، و امیدوارم که همچنان که موفق هستید و در لحظه زندگی میکنید و لذت میبرید از لحظات خودتون، همچنان این گونه باشد و مفید فایده و آرزوی سربلندی و سرفرازی داریم براتون.
سلامت باشین، خیلی ممنون. من سعی کردم که تا جایی میشه مختصر و مفید صحبت کنم، امیدوارم که گفته های اضافی نداشته بود، یعنی انجام نداده باشم و اون چیزی که تو ذهنم بود و تونسته باشم انتقال بدم. ممنونم از شما که وقت گذاشتین و همیشه در جریان سازی و زنده نگه داشتن حال و هوای فرهنگ و هنر کوشا هستید. دوستان شما اسکندری عزیز، بازم ممنون و سپاس از بینندگان عزیز و محترم پرشن وارز که این اوقات رو با ما گذراندن. روزگار به کام و خدا نگهدار.